غریو هیاهوگر به باغها پیچید و کوش باغ پر از برگهای زرد سرگردان شد و خاک باغ در انبوه برگهای خزان دیده محو گشت، پنهان شد و باد برگ درختان باغ را گیراست، درخت عریان شد. از آغاز تاریخ تا به حال، فرهنگ ایران زمین هدایای گرانبهایی را به تمدن بشر ارائه کرده است. غنی ترین آنها ادبیات و شعر فارسی است. هرچند که غیر ممکن است که زیبایی و سحر کلام نوابغ شعر فارسی را به دیگر زبانها ترجمه کرد، ولی پیام آنها قابل انتقال به دیگر فرهنگ‌ها می‌باشد. پیام خرد فردوسی، دیدگاه عمر خیام به زندگی، عرفان مولوی، پند و اندرزهای سعدی و پیام عشق حافظ از مرزهای فارسی زبانان پا فراتر نهاده و به دیگر تمدنها هم رسیده است. به قول حافظ، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به هندوستان میبرند. ادبیات و شعر فارسی هم مانند هر پدیده پویای دیگری در رشد و تکامل خود نمیتوانست فقط در همان قالب کلاسیک و سنتی خود بماند. با شروع دوران مدرنیته، ادبیات فارسی پویایی خود را منطبق با تغییر زمان به دوستداران خود نمایان کرد و بعد جدیدی به ابعاد خود اضافه کرد. آن بعد جدید شعر نو یا شعر نیمایی بود. قبل از معرفی و مرور بر زندگی نامه و آثار بزرگان شعر نو، کمی به عقب برمیگردیم و نگاهی به زمینه‌های به وجود آمدن این سبک نوع سرودن شعر می‌اندازد. بعد از حافظ، برای نزدیک به 500 سال، ادبیات فارسی شاعر بزرگ دیگری را به خود ندید تا اواخر قرن 13، یعنی در اواخر حکومت سلسله قاجار. در این زمان شاعرانی چون ایرج میرزا و ملک الشعرای بهار تا به عرصه ادبیات گذاشتند. این گروه از شعرا هرچند که هنوز به صورت غزل و قصیده و دو بیتی و در قالب بیت و مصرع اشعار خود را می سرودند، ولی اشعار آنها ساده تر بود و در آنها کلمات متنوع تری به کار برده شده بود. برای مثال شعر مادر سروده ایرج میرزا: گویند مرا چو زاد مادر، پستان به دهن گرفتن آموخت. شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آمود. لبخند نهاد بر لب من، بر غنچه گل شکفتن آمود. پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. ایرج میرزا خود نیز در این تغییراتی که در شعر فارسی به وجود آورده بود واقف بود و در جایی میگوید که او انقلاب ادبی خواهد کرد. از نمادهای دیگر اشعار این دوره حس وطن پرستی و ایران دوستی بود که از زمان فردوسی تا این دوره از ادبیات فارسی ناپدید شده بود. به شعر وطن دوستی سروده ایرج میرزا دقت کنید.
ما که اطفال این دبستانیم، همه از خاک پاک ایرانی، همه با هم برادر و هموطنیم، مهربان همچو جسم و جانی. وطن ما به جای مادر ماست، ما گروه وطن پرستانی. شکر داریم که از طفولیت درس حب الوطن همی خوانیم. چون که حب الوطن ز ایمان است، ما یقیناً ز اهل ایمانی. گر رسد دشمنی برای وطن، جان و دل رایگان بیفشانیم. هرچند که شعرای این دوره، به خصوص ایرج میرزا و ملک الشعرا، قطعاتی به گنجینه شعر کلاسیک فارسی هم اضافه کردند، ولی با ساده نویسی بعضی قطعات خود راه را برای شعر نو باز کردند. این دوره را میتوان دوره گذر شعر کلاسیک به شعر نو دانست. به این شعر که ملک الشعرای بهار در سوی وفات ایرج میرزا سروده دقت کنید. ایرجا رفتی و اشعار تو ماند، کوچ کردی و آثار تو ماند. چون کوچ کند غافل از صحرا، می نهد آتشی از خیش به جا. بار بستی تو ز سرمنزل من، آتشت ماند ولی در دل من. چون کبوتر بچه پروازی، برگشودی پر و کردی بازی. اوج گرفتی و بال افشاندی، ناگهان رفتی و بالا ماندی. تن زار تو فرو خفت به خاک، روح پاک تو گذشت از افلاک. بی تو رندی و نظربازی مرد، راستی سعدی شیرازی مرد. اندر آن باغ که بر شاخ گل، آشیان ساخته ای چون بلبل. زیر سر کن زره مهر و وفا، گوشه‌ای بهر پذیرایی ما. از شاعران زمین ساز شعر نو که بگذریم، به نیما یوشیج پدر شعر نو میرسیم. نیما در سال 1274 خورشیدی در دهکده یوش در استان مازندران به دنیا آمد. او تا 12 سالگی در زادگاه خود در دامان طبیعت زندگی میکرد. طبیعت زیبای مازندران و سادگی زندگی روستایی بدون شک در پرورش ذهن شاعر سهم بزرگی داشت. پدرش او را در سن 12 سالگی به تهران فرستاد تا او در مدرسه فرانسوی سنت‌لویی ادامه تحصیل دهد. فراگیری زبان فرانسه در سنین نوجوانی نیز یکی از عواملی بود که نیما را یاری کند که بتواند احساسات خود را در قالب جدیدتری بیان کند. او اولین اشعار خود را در سال 1300 در منظومه قصه رنگ پریده در هفته نامه قرن بیستم میرزاده عشقی به چاپ رساند. آن اشعار آنقدر با اشعار پیشینیان او تفاوت داشت که حتی ملک الشعرا هم او را به باد انتقاد گرفت. با هم مروری به 3 شعر از نیما می کنیم. شیر. شب آمد مرا وقت غریدن است، گه کار و هنگام گردیدن است. به من تنگ کرده جهان جای را، از این بیشه بیرون کشم پای را.